شماری از نمایندگان مردم در اینجا از وجود فساد بی‌حد در نهادهای دولتی و به فروش رسیدن بست‌های خالی نگرانی کرده میگویند در بسیاری از ولایت‌های کشور عدم امتحانات به وقت از سوی نهادهای کمیته امتحانات و عدم شفافیت در پروسه امتحانات باعث شده که صدها جوانی که از دانشگاه‌ها فارغ می‌شوند بیکار بمانند. معارف هنوز بستا مشخص نشده و به اعلان که نرفته دلیلی چی بوده؟ صدها جوان ما لیسانس حقوق و ماستر حقوق بیکار است. اگر شما واقعا پروسه را تعقیب کنید به اعلان بی یقین داریم که صدها نفر داوطلب پیدا میشه. بستها موجود است اما تال اونا تهیم نشدن. من امید از شما امید دارم دیگه که از این بعد وعده که سال گذشته با معلولین و معیوبین ما که داده بودین در وزارتتان امو وعده تان را باید مطابق او عمل کنین. در عین حال آنان به این باورند که چوکی های معلمی در بعضی ولایت ها در حدود 50,000 افغانی تا 90,000 افغانی به فروش می رسند. در رابطه با فروشی بس ده ها شکایت آمد که ما می خواهیم در فلان جا کار کنیم، تمام شرایط تحصیلی را داریم اما با ما می گوید که 5,000، 10,000، 20,000 نسبت به بس اگر شما می دهید مقرر می کنم، اگر نمی دهید نمی کنم. شما یک دفعه از کمیسیون سم شکایت خود پرسان کنید. زن نپیگم بنا پر کوم ملحوظات و تاسی تروس پور امتحان نه اخلی کمبود بستون اعلان کردی و داوز هم همدغ بستون ترچو زکدای اجرایوی صلاحیت لری ترچو دغه مسائل پوکلات حل کی. از اکثر ولایت تماس گرفته شده که چوکی معلم فروخته میشه از 50,000 الی 90,000. این بزرگترین جفاست در حق معلم بیچاره که او مجبور است که هم کار کند و مجبور میشه که حتی رشوت بدهد. من نمیفهمم شما کدام میکانیزم برای بخش دادین که واقعا چوکی معلم بیچاره چی آید دارد. این در حالی است که سالانه بیش از 100 جوان از رشته های مختلف و سطح بلند تحصیلی از دانشگاه های کشور فارغ میشوند اما از بیتوجهی حکومت و نبود شایسته سالاری در اداره های حکومت آنها مجبور به ترک کشور و مهاجرت به دیگر کشورها میشوند.